عزیزم، فرهنگ و سنت‌های ما چه کمکی برای بهتر شدن زندگی ما، مخصوصاً برای مهاجرین خارج از ایران می‌کنه؟ امشب گفتگویی داریم با یک خانم فیلمساز ایرانی که معتقد تمام دنیا رو سفر کرده و حالا رسیده به خونش. خونش کجاست؟ کانادا. اما در اینجا دوست داره که فرهنگ و سنت‌های خودش رو نه تنها حفظ بکنه، بلکه گسترش بده. سبزه میذاریم برای برکت، هر کدومش یه چیزی داره، ولی علت این که هفتاست رو نمیدونم. شما چی؟ شما درباره هفت سین چیزی میدونی؟ عدد هفت مقدسه تو معماری ایران و حالا اون فرهنگ ایرانی. عدد هفت خیلی مقدس بوده، برای همین اون تعداد هفت انتخاب کردن براش، به این علتی که بهش میگن هفت سین. اصلش رو نمیدونم چرا، ولی قطعا هر چیزی که مال ایران باشه یه علتی پشتش هست. ما از بچگی دیگه تقریبا عید نوروز رو به هفت سین همیشه به یاد می آوردیم، همیشه دوست داشتیم هفت سین رو آماده کنیم، هی سیناشو جور کنیم، هر کی یه چیزی آماده کنه، چیزی بیاره. خیلی مهم بود که حتما همه هفت سینمون جور باشه، هفت تا سینش. واسه من خیلی ارزشمنده، مخصوصا ما که الان خیلی دوریم از ایران، انگار برامون ارزش خیلی بیشتری هم پیدا کرده. خب خانم سمیرا پیجو، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. سمیرا خانم سپاس. درود بر شما آقای ماهیچی و نوروزتون همایون و فرخنده. نوروز شما هم بسیار بسیار فرخنده و همیشه شاد باشید و آرزوی سالی بسیار خوب و خوش برای شما داریم. سمیرا خانم، فیلمی ساختید در رابطه با سفره نوروزی. البته خیلی چالش در این فیلم بود که اون افرادی که در این فیلم هستن بگن سفره هفت سینه یا سفره نوروزیه، و در نهایت به این نتیجه رسیدید که این سفره باید سفره نوروزی باشه و نباید هفت سین باشه. جدای از این قضیه که فیلم به مسئله نوروز و به مسئله سفره هفت سین میپردازه، شما خیلی جالب و خیلی زیبا به سراغ تک تک اهالی این شهر رفتید و با بهانه پرسیدن سفره هفت سین از حال هوای نوروزی و اینکه این سفره نوروزی چه میکنه با فرهنگ ما صحبت کردید و بسیار زیبا بود که ما اطلاعات بقیه رو هم بشنویم، در ذهن متوجه بشیم که همگان علاقمند هستند که سنت ها و این زیبایی های آینی خودشون رو حفظ بکنن، اشاعه بدن، و حتی بچه های کوچیک هم نسبت به این قضیه حساس هستن. قبل از این که به بحث راجع به این فیلم بپردازیم، دوست داریم که لطف کنید سمیرا خانم خودتون رو بیشتر معرفی کنید. در چه خانواده‌ای بزرگ شدید؟ در چه خانواده‌ای الان زندگی میکنید و به چه کاری مشغول هستید؟ من سمیرا پیجو هستم. فامیلم اکشلی مقصوده، بچه مشهدم. مدنمون هم بگم ما معروفیم به این که میگیم مرموم یه خوشم میه، همیشه دوست دارم اینو بگم. خب پس لحجه هم داریم دیگه، قشنگ بلدید اینا رو. خیلی دوست دارم که نگه دارم. من 20 ساله که با شوهرم که فرنش کانادیانه ازدواج کردم، دستیار کارگردان هستم توی فیلم تیوی شوی ونکوور. خانواده که من بزرگ شدم، خیلی مراسم جشنامونو خیلی ما چجوری بهتون بگم، برامون خیلی ارزش داشت. مامان بابای من همیشه سعی میکردن به همون یاد بدن که
از گذشته چی یاد گرفتیم، چه چیزایی باید بذاریم. و همیشه اوپن مایند بودم که بدونم برم بیشتر دنبالش بگردم. برام کافی نبود، مثلا میگفتن سفره هفت سین، بعضی تو ایران میگفتن هفت سینه، چون هفت سین رو به خاطر اینکه عربا اومدن ما باید عوضش میکردیم. برای خود من جواب درستی نبود. به خاطر همین بود که وقتی خب اعتصاب پیش اومد و هیچ کنم از ما کار نداشتیم، موقعیتی پیش اومد گفتم خیلی خوب، حالا که من وقت دارم بذار دوربینم رو بردارم بذارم به در پررویی نزدیک ایرم که بود، برم بپرسم از همه که میدونم پارسال یعنی شروع کردی از کجا اومده. بله بله، پارسال نزدیک های ایج شروع کردم. سرم به در پررویی رفتم، پرسیدم از همه. خیلی برام جالب بود، آقای ماهیچی واقعا نمیدونیم جریان هفت سین چیه، چرا میگیم هفت سین. تنها کسایی که سفره نوروزی گفتن شما بودید، خانم مسیح پرایز بود و آقای رهنمون. هیچ کس دیگه سفره نوروزی نگفت. همه میگفتن هفت سین، همه میگفت یک دلایل میآوردن. باید من وقتی که یک کاری شروع میکنم باید برم تا آخرش، باید بدونم چرا اینو ما میگیم سفره هفت سین، چرا سیر میذاریم. خب اگه سیبو میذاریم و سیر رو میذاریم هر دوی سلامتیه، چرا میذاریم. برای جوش هم خیلی خیلی هیجان زده بود که یه چیز رو داره یاد میگیره. تو این 20 سال من مراسم خودمون رو آوردم بهش معرفی کردم، چهارشنبه سوری خودمون و نوروزمون و شب یلدا چه کارهایی انجام میدیم. چی میگه این جوش؟ برای من به این مراسم چی میگه؟ خیلی خیلی برایش تعجب آوره که مثلا من نمیدونستم. بله میگه مثلا من نمیدونستم که ایران این همه فرهنگ بزرگی داشته. واقعا هم اینجا چیزی در موردش نمیدونن. من خیلی ناراحت میشم وقتی که بچه هامون رو میبینم که به همشون یاد نمیدیم متاسفانه. مادر شوهر خودم سمیرا جان چرا باید به بچه‌هامون یاد بدیم؟ یعنی مثلا این که بچه‌هامون حالا یاد بگیرن ما چه پیشینه‌ای چه فرهنگی داشتیم چه کمکی بهشون میکنه؟ آقای ماهیچی ما ایرانی هستیم، همونطور که هندی ها و چاینیز ها و آسیایی ها فرهنگشون اینجا نگه داشتن، ما هم باید نگه داریم تا بگیم به هر حال فرهنگ ما از تمام فرهنگ دیگه بزرگتره، قدمتش بیشتره. ما خیلی چیزها رو اختراع کردیم که کشورهای دیگه هیچ در موردش نمیدونستن. من که خودم خیلی افتخار میکنم که میگم من ایرانیم. اینو ما باید اگه به بچه همون نگیم، پس وقتی که بچه همون بزرگ شدن چی میدونن در مورد هویتشون؟ اصلا شناسایی دارن؟ بچه های ما فارسی رو بعضیا به سختی حرف میزنن، مادر پدر فارسی حرف میزنن، بچه ها انگلیسی جواب میدن. تو خونه من پسر خواهر من وقتی وارد میشه میگه درود، نمیگه سلام. خونه من درود 8 سالش شده. 8 سال. از موقعی که 6 سالش بود وارد شد من بهش دادم میگه درود، بدرود، سپاس. هر چیزی که من میتونم بهش یاد میدم. سفره نوروزی رو به من کمک کرد چید، ولی خب من الان باید جمعش میکردم چون من دوتا سگ و دوتا گربه دارم. سفره که باشه اینا میخوام بدونن چه چیزی که بخورن. خب از جورج میگفتید، جورج رسمت به آیین خیلی دوست داره، به سل آیین ها و سنت های ایرانی واکنشش چیه؟ از رو آتیش پریده امسال یا خیر؟ امسال نه، ولی چند سال پیش از رو آتیش پرید 13 به در بردمش. براش خیلی جالبه که همه ما با هم دیگه یه جا جمع میشیم، محفل دوستانه داریم، غذاهای خوشمزه، خیلی کیف میکنه. یه چیزی هست که خب تو فرهنگ اینا نیست. اون قدمتی که ما داریم، داستانهای شاهنما، مثلا من شاهنما رو به انگلیسی خریدم میخونه جورج. خب این داستان خیلی براش جالبه، خیلی میاد در ازم از من سوال میپرسه خب مثلا اینجا جریانش چجوریه، این رستم چجوری، سهراب چرا رستم پسرش سهراب رو نشناخت،
دوست داره. میدونین چیه؟ به خاطر اینکه خودم آوردمش تو خونه، معرفی کردم، نذاشتم کم که بگم خب حالا من از ایران اومدم، هرچی تو ایران بوده ایرانی بودنم بره، خدا حافظ، اصلا ولش کنم. نه، من اون فرهنگ خودمونو وارد زندگیم کردم و به نظر من خیلی مهمه که بچه همون بدونن ما باید با بچه همون زبون خودمونو حرف بزنیم، نشون بدیم که ما این جشن رو داریم، ما اون جشن رو داریم. هر ماه ما جشن داشتیم. وقتی تاریخمون رو نگاه کنیم، چرا الان اینجا به بچه همون نشون ندیم، به بچه همون یاد ندیم؟ بله، ما به بهانه‌های مختلفی جشن و شادمانی داشتیم، از نوروز شروع می شد، حتی در شبهای سرد زمستانی اما جشن یلدا و در کنار هم بودن و شادی و اهل زندگی بود، بوی زندگی از فرهنگ ایرانی برمیخیزه. آیا همین کار رو سمیرا جان شما راجع به همسرتون هم میکنید؟ یعنی دوست دارید که فرهنگ ایشون و آیین‌هایی که مربوط میشه به کالچر ایشون رو هم یاد بگیرید؟ ما کاری که کردیم، من و جورج با هم خیلی حرف میزنیم. مثلا یه جشنی که ما داریم، مثلا من میگم این جشن اینجوریه، اون میگه که آره ما مثلا تو کانادا یه همچین چیزی داریم. چیزی که هست، خب جورج میتیه، اونا باز یه فرهنگ های دیگه ای دارن، جشن های دیگه ای دارن. من میرم تو جشناشون، مراسم جالبیه، ولی خدایش آقای مایچی ببخشید به پای جشنای ما نمیرسه. نمیرسه. غذاهاشون به پای غذاهای ما نمیرسه. خب ولی شناخت این جشنا و آیین‌های فرهنگ‌های دیگه بسیار مهمه، جذاب برای ما. ما تو کشوری داریم زندگی می‌کنیم که انواع و اقسام فرهنگ‌های مختلف رو داریم و کشور کانادا خوشبختانه پذیرای همه اونا هست، حتی پروموت می‌کنه، تشویق میکنه. و یک چیزی رو که من شاهدش هستم در طی 26 سالی که در اینجا زندگی میکنم در استان بی سی، متوجه شدم که رنگ و روی جشنهای ایرانی هم پر رنگتر شده و همین که خود در واقع کانادا هم نسبت به این فرهنگ توجه ویژه نشون میده و اینکه پروموت میکنه و دوست داره که یعنی من میشنوم از دیگران، از دوستان کانادایی خودمون که میپرسن آقا ما سخت منتظر نوروزیم، یعنی دیگه نوروز دیگه چیزی نیست که ما براش تلاش کنیم که بهشون یاد بدیم چیه. میدونن که نوروز از پریدن رو آتیش شروع میشه تا پایانش که جشن برحال 13 بدر رو، آشتی با طبیعت و بیرون رفتن و ایناست. یعنی یاد گرفتن، میدونم چقدر زیباست و ما هم البته سعی میکنیم که فرهنگ های دیگران رو بیاموزیم، یاد بگیریم و باشون همراهی داشته باشیم، در مراسم مختلفی برحال شرکت میکنیم و این زیبایی شناخت آیین ها و سنت های هم دیگه به ما کمک میکنه که در واقع ما زندگی خیلی بهتری اینجا داشته باشیم. فکر میکنی آیا عامل پیوندی بوده آشنایی با این سنت ها برای مردم در اینجا؟ خیلی، و دلیلش هم که الان نوروز و جشنای ما خیلی به دیده به چشمشون اومده، به خاطر اینکه من فکر میکنم کسایی که برنامه ریزی میکنن اومدن جلوتر دیگه، اون خجالت رو گذاشتن کنار، نشون میدن که بابا جان مثل هندی ها که جشنهای خودشون رو دارن، آسیایی که جشنهای خودشون دارن، ما ایرانی هم نوروز رو داریم، ما ایرانی هم شب یلدا رو داریم، جشن و پایکوبی و اینطور چیزا. من فکر میکنم یه علت دیگرش هم این که جمعیت ما اینجا داره زیاد میشه. دقیقا ما فرهنگ رو داریم میاریم، نشون میدیم. مثلا خونه من خودم توی این جایی که جایی ما زندگی میکنیم، خب من تنها ایرانی نیستم دیگه، خیلی هم خوشحالم میبینم ایرانی های دیگه دارن میان. خب همین باعث شده که میریم میبینیم توی یکی از آپارتمان های اینجا توی لنگلی، خب خانمایی که ایرانی هستن تو این مجتمع اومده بودن، شینی درست کرده بودن، سمنه آورده بودن، همه رو توی پارتی رومشون
خب خیلی از همسایه اینجا چجوری استفاده میکنی؟ اون جریانش چیه؟ باید. این جوریه که مردم اینجا هم دارن آشنا میشن با مراسم ما. این خودش خب جای خوشحال کننده ایه که بسیار ما هم اینجا هستیم. بسیار خب، پس جورج عزیز حالا در چیدن سفره نوروزی به شما کمک میکنه، میدونه آیتماش چیه؟ چه معنی داره؟ خیلی دوست داره بخوره از سینیا. ولی تا قبل از عید شما میزنی تو دستش که دست به شیرینی و آجیل نزنه. به محض اینکه شیرینی گذاشتم رو میز، بله دوتاش رفت. همونطور که توی فیلم هم دیدین، من امسال سفره نوروزی چیدم، نه هفت‌سین. هفت‌سینی گذاشتم و خب امشاز پندان و ایزد هامون تو اون هفت‌سینی هرچی که خودم دلم میخواست گذاشتم که من اونا رو معنی نکنم یکی که نمادها رو. و این دفعه سفره من فهم میکنم خودم خیلی خوشم اومد، با عشق بیشتری من این سفره رو چیدم. برای من اینکه یاد گرفتم بود؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که میدونستم سفره نوروزی منظورش چیه. میدونستم این سفره نوروزی بله، میدونستم چرا ما این سفره نوروزی رو میذاریم و اینکه نباید فقط بریم بگیم سیب معنیش اینه، سرکه معنیش اینه، سیر معنیش اینه. نه، همطور که آقای رهنمون هم میگن هر چی که میخوای بذار، چون اون سفره برکته. برای من سفره برکته و برای من اینه که یه عشقی بود برای من امسال که این هفت‌سینی سفره نوروزی رو چیدم. خیلی حال کردم. شما خودتون چند سال اومدید کانادا سمیرا خانم؟ من 24 سال اومدم اینجا. 24 سال، یعنی 2 سال بعد از بنده اومدید اینجا در کانادا. عرضم به حضورتون که کانادا رو چطور دیدید؟ آیا نترسیدید وقتی وارد شدید احساس کنید که جایی هستش که ممکنه زبان و فرهنگ خودتون رو فراموش بکنید و برید و در واقع هیچ تشویقی هم نشید به خاطر حفظ و نگهداری اون؟ آیا این واهمه رو نداشتید؟ نه اصلا. من روزی که وارد کانادا شدم برای من مثل این بود که از یه مسافرت طولانی اومدم خونه. این حس رو داشتم. من ونکوور رو خونه خودم حساب کردم. من تا حال این تعبیر رو در عمرم نشیدم. یعنی این جمله باورتون نمیشه. جمله خیلی زیبایی بود که بعد از یک مسافرت طولانی رسیدن به خونه. من واقعا هم اولین بار این جمله رو میشنم. خیلی زیباست. خیلی دلم تنگ شده برای مشهد. اینو اشتباه نکنید. من دلم پر میزنه برم مشهد رو ببینم. مدانم و مگم این دفعه. دلم پر میزنه برم مشهد. ولی این برای من جالب بود، نمیدونم حالا چرا، برام بیگانه نبود اینجا اصلا. اصلا هومسیک نشدم. و اینکه هر جا میرفتم میگفتم من ایرانیم و اینجور این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. مثلا مادر شوهر من عاشق مراسم ماست، خیلی دوست داره. اتفاقا چند سال پیش بردمش چهارشنبه سوری با اون عصاش از روی آتیش میفریست، خیلی بانمک بود. نه اصلا برای من همونطوری گفتم انگار از یه سفر طولانی اومدم خونه. بله، یکی از داستانایی که ما اینجا داریم فرزندان ما هستن که در واقع وقتی میان اینجا میرن مدرسه دوست پیدا میکنن، دوستان غیر ایرانی پیدا میکنن. متوجه میشیم که یه مقدار اینا ذره ذره دور میشن از زبان و فرهنگ فارسی و بعدش هم اینجوری میشه که ارتباط ها یه مقدار شاید کمتر و ضعیفتر بشه بین بچه ها و خانواده به خاطر مسئله زبان و اینکه هیچ ریشه ای، هیچ پیوندی به هر حال بین علایق اونا و فرهنگی که درش دارن بزرگ میشن با فرهنگ مادری خودشون نیست. فکر میکنید که آیا نگهداری این سنت ها و ترویج اون کمک بکنه که بچه هامون رو هم پیوند بده به ما؟
ببینید این از خود خونه میاد. اگر مادر و پدر، خب اینجا زندگی خیلی مشغولی ما داریم، ما هم میریم سر کار میایم خونه، وقتی نداریم که گاهی وقتا با بچه های خودمون بذاریم. اگر ما توی خونه خودمون فرهنگمون رو نگه داریم، زبان خودمون رو صحبت کنیم، وقتی بچه ها برن مدرسه من فکر نمی کنم اونقدر تغییر سنگینی داشته باشن. الان تو خونه ما پسر خواهر من میدونه که انگلیسی نمیتونه صحبت کنه به جز آنکل جورج، تازه با آنکل جورج هم داره فارسی یاد میده، من کوتاهی کردم به جز زیاد فارسی یاد ندادم، ولی از خودمون میاد. ما خودمون باید این قدم رو بذاریم، بگیم خیلی خب حالا زندگی شلوغی اینجا داریم، ولی بچه هامون مهمن که بدونن زبان ما رو صحبت کنن. شما میدونین که اینجا دو زبانه بودن خیلی مهمه. کارهای دولتی اگه بدونن شما به زبان دیگه ای صحبت میکنین، بلافاصله استخدامتون میکنن. همونجوری که ما میبینیم هندی ها و آسیایی ها بیشتر کار دولتی رو دارن، اگه ما اون زبان خودمون رو حفظ کنیم، بچه هامون با همون زبان بزرگ بشن، من فکر میکنم پیشرفتشون هم بهتر میتونه بشه. میتونن به دوستاشون یاد بدن، همون جوری که ما داریم مراسم اونا رو یاد میگیریم، فرهنگ اونا رو یاد میگیریم، اونا میتونن فرهنگ ما رو یاد بگیرن. چیزی که هست، ما یه خورده گاهی وقتا میگیم خیلی خب حالا بچه هست، وقتی برگرده ما بهش یاد میدیم، بزرگ میشه حالا یاد میگیره. اینا که ما گاهی وقتا کوتاهی میکنیم نسبت به بچه های خودمون. باید یاد بدیم. میدونم سخت، زندگی اینجا شلوغه، از صبح تا شب کار میکنیم، ولی خب اگه بچه‌مون داره انگلیسی حرف میزنه تو خونه، بگیم صبر کن، تو فارسی رو بلدی، فارسی بگو، منم فارسی جوابت میدم، همون کاری که من داریم تو خونه انجام میدیم. آفرین آفرین. یه نکته ای که هست سمیر خانم، ما خودمون بچه های بزرگمون الان یه احساس قشنگی رو درشون میبینیم و این احساس قشنگ اینجوریه که در واقع برگشتن نگاه میکنن به عقب که ببینن ریشه هاشون کجاست، پدر مادرشون از کجا آمدن، کشورشون چی بوده. اینو تو بچه های بزرگترمون میتونیم ببینیم که مرتب از ما سوال میکنن. با کمال تعجب میبینیم که دنبال شعرهای فارسی هستن، دنبال اون گمشده خودشون هستن که پیدا کنن، ببینن که این فرهنگ غنیشون چی بوده که ما رو تا اینجا کشونده و ما یک وابستگی به این آیین‌ها و سنت‌ها داریم و اون رو جزی از خودشون محسوب میکنن. این بچه ها الان به جایی رسیدن که در واقع اونا رو ستون‌های زندگی خودشون فرض میکنن و فرض میکنن که یک سر از بقیه بالاترن، چون فرهنگ بسیار ناب و پرنشاطی رو داشتن و دارن اینجا و یک دستاویز خوبیه برای زندگیشون و چیزیست که اونا رو شاید متمایز بکنه با دیگران. الان ما این نکته رو در بچه هامون میبینیم واقعا که خیلی علاقمندی برشون وجود داره، میپرسن از ما، حتی خیلی علاقمند هستن که برگردن ببینن که مثلا همین نوروز چیه، این سفره نوروزی چه معنایی داره، یلدا فلسفهش چیه، مشارکت میکنن خودشون. این نکته فرهنگی که بچه ها دوست دارن که بهش برسن مجددن، فکر میکنم به سلامتی روح و روانشون هم کمک بکنه، یعنی کمک میکنه به شخصیت خودشون که بدونن از کجا آمدن، از کجا آمدن و چه کسی هستن، این چه کسی بودن در دنیای شلوغ امروز که در واقع همه ما ها لاست هستیم، گمشده هستیم در این دنیا و نمیدونیم چی هستیم. مخصوصا بچه های مهاجر ما وقتی میان اینجا مجبورن که چیزای دیگه ای رو هم قبول کنن و وقتی نگاه میکنن میبینن که فرهنگ خودشون هم هست در کنارشون و این اون گمشده است که وقتی یه خود سنشون میره بالاتر، من اینو متوجه شدم که سخت به دنبالش میگردن و مرتب جویای اون هستن. نظر خودت چیه راجع به این قضیه؟ من آره شما درست میگی، من هم دیدم، ولی بچه های دیدم که خانوادهشون
میخوان که بچه هاشون یاد بگیرن این فرهنگ رو، در رو براشون باز کردن. من خیلی کیف میکنم وقتی که سر ست هستیم از بچه های اکسترامیان ایرانی ها رو پیدا میکنم، ذوق میکنم، میرم باشون فارسی صحبت میکنم. بعد دیدم که مثلا بچه ها شعرهای مولانا رومی رو میان از من میپرسن. خیلی دوست دارم، خیلی خیلی خوبه، بهشون کمک میکنه، مخصوصا وقتی که کسی رو ما مثل مولانا و حافظ داریم که ابن سینا، حتی مثلا یکی از بچه ها اومده و در مورد ابن سینا از من میپرسید. این که نشون میدن با افتخار میگن آ ببین ما چه کسایی رو پشتمون داریم، افتخاری که میان جلوی فرهنگای جلوی کسی دیگه میگن من ایرانیم، I'm a Persian girl I've got، بعد میان شعرای رومی رو به انگلیسی میگن. من که خیلی کیف میکنم و بهشون هم خیلی کمک میکنه. افتخاری که تو چشاشون هست، اون برقی که میزنه وقتی میگن، منو سربلند میکنه سر ست. دقیقا. ببینید به هر حال استان ما، استان بی سی، پذیرای مهاجران بسیار زیادی است. مهاجرینی که به تازگی میان اینجا مثل قبل نیست که ماها بیشتر احساس غربت میکردیم، بیشتر حس میکردیم تنهاییم اینجا و اون حس غربت درد ما رو بیشتر میکرد. ولی الان مهاجرانی که میان اینجا واقعا خیلی خوش شانسن به نظر من، به خاطر اینکه انگار میان به وطن دومشون، از مغازه های ایرانی گرفته تا جشن ها و برنامه های مختلف فارسی گرفته و خیلی به قول خودمون لاکی هستن که در واقع میتونن که به جای وارد بشن که اون سختی های گذشته رو نداره. فکر میکنی این استان، استان بی سی چه جهشی داشته در این 24 سالی که شما آمدید؟ الان یک مهاجر ایرانی چه راحتیایی داره و چگونه میتونه زودتر جذب این جامعه بشه؟ یه مهاجر ایرانی اگه وارد نورث ونکوور بشه، انگار وارد تهران شده، یکی از شهرهای ایران شده، این که اصلا احتیاج نیست حتی زبان یاد بگیره. من یادمه که آره ما باید از نیو وست، وقتی من مادر نیو وست منسل زندگی میکردم، باید میرفتیم اتوبوس سوار میشدم، میرفتم سیباز سوار میشدم تا برسم به نورث ون که خواسته باشم چند تا خرید چیزی که ایرانی بود لازم داشتم بخرم. الان من خب میپل ریج مغازه ایرانی داریم، نیو وست مغازه ایرانی داریم، مامانم رو میبرم مغازه ایرانی اینجا، منتظرم یک مغازه ایرانی تو لنگلی پیدا باز بشه. اونو باید خودت باز کنی فکر کنم. من خودم میخوام برم سر وقتشون بگم. من خودم میخوام در مورد همین فیلمی که در مورد سفره نوروزی ساختم، میخوام برم در مورد جشنهای دیگه همونم شروع کنم، بدونم ببینم مثلا کسی چیزی میدونه. این که مهمه. جالبه. بهتونم که گفتم اولش که برای من یه خورده ناراحتم شدم راستشو بخواین، که وقتی از میپرسیدم خب میدونین هفت‌سین چی از کجا اومده، میگفتن نه، کنم به همین آسونی؟ پس شب عید شما فقط یه سفره میندازین و یه چند ساعتی هست و عکس میگیرن و همین تموم شد. خب به نظر شما شناخت مهمه، یعنی باید بدونن که معنی این فرهنگ چیه، معنی سفره نوروزی چیه و هر کدوم از آیتما چه معنی داره. این که ما بشناسیم که اصلا جشنای ما به چه دلیلی هست، من فکر میکنم نظر شما هم باشه همینجور، چون وقتی ما ندونیم که یلدا واسه اینه که در واقع ما شبهای سردی رو کنار هم دیگه بمونیم و زندگی شادتر و بهتری رو با هم دیگه تجربه کنیم و این جشنها هر کدوم معنای خاصی داره. شناخت این معنای جشن‌ها به ما کمک می‌کنه که در واقع با آگاهی اون رو برگزار بکنیم. نه تنها شناختش، افتخار کردنش. مثلا من نمی‌دونستم که ما جشن باران داشتیم. بله. می‌دونستین شما وقتی بله. باران وقتی سیزن بارون شروع می‌شد، فصل بارون رو جشن می‌گرفتن. بله.
من نمیدونستم اینا. نه حالا تازه فهمیدم. یا مثلا جیان حاجی فیروز رو که هر کسی یه چیزی میگه تعبیری. اونو دارم میخواد هم دنبالش. سوژه بعدیم احتمالا همون میشه. اگه دنبال داستان حاجی فیروز و عمو نوروز و اینا هستید، من به شما پیشنهاد میدم که کتابی از سوی یکی از هنرمندان شهرمون منتشر شده، آقای مرتضی مشتاقی، که کتابش تو بازار اینجا هست، میتونید پیدا کنید که راجب این قضیه مفصل ایشون تحقیق کرده. منم با ایشون یه گفتگوی اتفاقا راجب فلسفه حاجی فیروز و اینا داشتم که میتونه یه بیسی باشه برای خودتون که اون اول گوش کنید و ببینید و کتابش هم بخونید تا برید جلو. سمیرا جان، شما در برنامه چهارشنبه سوری امسال شاهد چند هزار نفر ایرانی بودید. برای جالب نبود؟ من که تا به حال در عمرم در اینجا این همه ایرانی ندیده بودم که یک جا خیلی با هم دیگه جمع شدن. ممنون از سپاس از کسایی که این برنامه رو گذاشتن. سندی هم که اومد دمش گرم. ولی درست میگین، من اصلا پیش کنار شرار جون بودم، یه رفع نگاه کردم دیدم، گفتم شرار جون تا حالا این همه چند هزار نفر دیدی یک دفعه؟ نمیتونستیم راه بریم. دقیقا خیلی جالب. حالا من این سوال میخوام بکنم که واقعا چند هزار ایرانی در یک جا کنار هم جمع شده بود؟ اگه واقعا اینا بخوان یه کوه رو هم تکون بدن، من فکر میکنم حالا به جرات بگم که این کار با این همه جمعیت شدنی باشه و حتی سیاست مدارانی که در این برنامه حضور داشتن از دیدن این همه آدم یک جا تعجب کردن. خودشون جایی که میرن و برنامه های سخنرانی که دارن واقعا افراد معدودی هستن اونجا برشون حرف میزنن. این همه آدم در عمرشون ندیده بودن که جمع بشن یک جا و به حرفای اونا گوش بکنن و عکس العمل نشون بدن، داد بکشن، نمیدونم تشویق کنن، کف بزنن، و برای اونا هم خیلی هیجان انگیز بود. میخوام به این سوال برسم که الان فکر نمی کنید زمانی است که ایرانی ها میتونن نقش خوبی داشته باشن در مسائل اجتماعی و سیاسی این کشور، یعنی نقششون رو پررنگتر کنن، بدونن که فقط حضور در این جشنها، رقصیدن، شاد بودن و اینا نیست، میتونن جای دیگه هم انجام وظیفه بکنن و اونم حضور فعال اجتماعی هست و تو مسائل سیاسی اینجا به هر حال که زندگی خودشون رو تحت تاثیر قرار میده. نظر شما چیه؟ ببینید آقای ماهیچی، ما هر کاری رو اگه دست به دست هم بدیم، با هم اتحاد داشته باشیم، میتونیم انجام بدیم. چیزی که هست خواستنه، اینه که ما نگیم خب حالا ولش کن کسی دیگه میره، ما اینجا کار داریم، الان بیزنسمون رو داریم راه میندازیم، نمیدونم سرمون گرم بچه های وقت نداریم این کار انجام بدیم، تمام اینا به کنار. ولی اگر میخواییم یه چیزی که به نفع ما هم باشه، صدامون رو بشنون، باید قدم اول رو بذاریم. ما باید با هم دیگه بشینیم، با هم دیگه صحبت کنیم، حرفای هم دیگه رو بشنویم و اینکه هیچ وقت به هم دیگه اون نکات منفی رو ندیم، فیدبک های منفی رو ندیم. من این اشتباه رو دیدم، من این کار رو دیدم متاسفانه توی جامعه خودمون، که یه نفر فکر خوبی داره، تا که میخواد بگه بقیه میندازنش زمین. من فکر میکنم ماها هستیم که باید دست به دست هم بدیم، نه اینکه بشینیم میگن چی میگن، میگن کنار گود نشستن، میگن لنگش کن، یه همچی چیزی میگن. آره بله، ما داریم الان این کار انجام میدیم. اگه ما پشتیبان همدیگه باشیم، به همدیگه کمک کنیم، همیشه فکر مثبت، نیروی مثبت بدیم، حالا یا میخواد فکری باشه یا میخواد معنوی باشه یا حتی مادی باشه، ما میتونیم به نخست وزیری اینجا برسیم. چطور دقیقا. انگلیس نخست وزیر پاکستانی داره. بله. ما نمیتونیم جو نخست وزیر ایرانی داشته باشیم. بله. اینکه خواستن توانستن است. بله. ولی ماها بله فکر میکنید نقش مردم اینجا بس مهمه، یعنی چگونه میشه به مردم این رو تاکید کرد، به
هموطنهای خودمون این رو تاکید بکنیم که این مشارکت رو شروع کنیم. بذار من یه خود با شما راحت باشم حقیقتش. آره. با دوستان انجمن ترای سیتی هم صحبت میکردیم و این مسئله رو اینا گله‌مند بودن از به اصطلاح حاصل این برنامه جشن چهارشنبه سوری که با زحمات بسیار زیادی در کوکتلام برگزار شد. یه نکته خیلی ساده و پیش پا افتاده و که اون همت دست جمعی همه بود برای تمیز کردن اون پارک که همه ازش استفاده کردن وجود نداشت. وقتی که برنامه تموم شد مثل سالهای قبل تمام آشغالا رو زمین ریخته شده بود و متاسفانه کسی نبود که کمکی بکنه و بارها هم از پشت اون میکروفون تذکر داده میشد که دوستانی اگه میتونن وقت بذارن کمک کنن، همینجور که در شادی ها بودن یه ساعت هم وقت بذارن تو جمع کردن این برحال آشغالا به ما کمک کنن که ما بتونیم، چون پارک رو باید سالم تحویل بدن و تمیز تحویل شهرداری بدن، در غیر این صورت جریمه های سنگین خواهند شد. متاسفانه نه تنها پارسال و سالهای قبل بلکه امسال هم مجدداً این اتفاق نیفتاد و ما این حضور چند هزار نفری مردم رو که اونجا داشتیم یک تصویر بسیار غم‌انگیز هم داریم در پایان این برنامه که همه رفتن و یه چند نفر آدم با یه کیسه زباله دارن آشغالای این چند هزار نفر آدم رو جمع میکنن و بسیار غم‌انگیزه، بسیار تصویر جالبی نیست و ما احساس خوبی با این تصویر نداریم، اما مشارکت از همین جا به نظر من شروع میشه. وقتی ما میخواییم مشارکت سیاسی و اجتماعی رو راجبش صحبت بکنیم و بگیم چرا این همه آدم که در جمعهای شاد کنار هم دیگه هستن در مشارکت سیاسی و اجتماعی حضور کمرنگی دارن، باید اتفاقا از همین جشن شروع کرد و باید نگاه کردش که پایان این جشن چه اتفاق میفته. همه میرن، آشغالا رو زمین، کسی نیست جمع بکنه و تعداد اندکی از والنتیرها که اونجا هستن مجبورن تا صبح جمع بکنن که پارک رو تمیز تحویل بدن. خیلی خجالت بود. خیلی خجالت آور بود، چون وقتی ما داشتیم دوربینا رو میذاشتیم کنار، منو شهر جون نگاه میکنیم، گفتیم خب الان نگاه کنیم آشغال دور و بر ماست که مال ما هم نبود. یکی این بود که من فکر میکنم دست کمک زیادی نداشتن، حتی والنتیریا اون کسایی که همکاری میکردن تعدادشون کم بود. مثلا من خوب متوجه دارم که میتونستن صد لاشقای بیشتری داشته باشن، یا اینکه همینطوری که به شما گفتم از خود ما میاد. اگه من میخوام خونم تمیز باشه تو خونم آشغال نمیریزم، درسته؟ وقتی میرم بیرون آشغالا نمیریزم، میرم میگردم یه صد آشغال پیدا میکنم، یا یه پلاستیک تو کیفم هست، تو جیبم هست، یا هر چیزی. من خودم آشغالو نمیریزم رو زمین، از خودمون میاد. اگه ما بگیم به من ربطی نداره، هستن خودشون تمیز میکنن، اصلا خونته. شما یه جمله قشنگ گفتی که اومدی این همه گشتی رسیدی به خونت، اینجا خونته، این پارک مال شماست، خونته که میخوای تمیز نگه داری، تو خونت آشغال میریزی. همین اگه مردم ما فکرشو بکنن همه چی تمیز میشه، نمیذارن آشغال بمونه. من چند چیزی که دیدم اون شب، میدونم که آشغال دیدن صد آشغال پره، بازم مینداختن کنار صد آشغال. خب چرا این کارو میکنه؟ اگه خونه خودت بود، حیات خونه خودت بود، این کارو میکردی؟ نه، کسی دیگه میومد سرش داد میزدی، میگفتی آشغالتو بردار جمع کن. از خود ما میاد. اگه ما از همینجا به بچه‌هامون یاد ندیم، بچه‌هامون فردا قشنگ همون پایی که ما ورشیم اونا هم ور میدارن، آشغال میبینن، آشغال میریزن، همه چی از خودمون برمیگرده. اگه ما میخوایم نشون بدیم ما ایرانی، ما همه میگیم ما فرهنگ 7000 ساله داشتیم، پارک مثل چی کثیف نگه داشتیم؟ این فرهنگ 7000 ساله ماست. من اون شب خیلی ناراحت شدم، تو راستشو بخوای، یک از تو جیبم پلاستیک داگی بگ پیدا کردم، شام چیزی که دور و بر خودمون تونستم تمیز کنم، بر گذاشتم تو ماشین خودم، آوردم سر آشغال انداختم. هر کسی اگه یه همچین یک پای کوچیک بذاره،
مثلا من شنیدم که وقتی میگی ایرانی هستی چجوری بهتون بگم، میخوام من فارسی صحبت کنم. هر جوری دوستی، مشهدی هم میتونی بگی این بخش رو. کاش مشهدی میدونستم. اونقدر به همون اهمیت نمیدن، به خاطر اینکه چند نفری هستن توی اجتماع ما، خب اسم خوبی برای خودشون گذاشتن، ولی با همین کارمون مثل 13 به 10 آشغال رو میذاریم پشت سرمون، میخوایم که یک کسی دیگه همیشه پشتمون جمع کنه. نه، اون مال من نیست، بذار اونا خودشون جمع میکنن. یعنی که چهارشنبه سوری، خب مگه دست به دست هم بدیم، از همین جاهای کوچیک شروع کنیم به جاهای بزرگم میرسیم. بله، همینجور که داریم زیبایی های فرهنگ خودمون رو نشون میدیم به بقیه، باید تکمیلش کنیم به نظر من. و یکی از زیباترین کارها این است که بقیه ببینن که ایرانی ها تقریبا 400 نفرشون هم جمع شدن که آشغالا رو جمع کنن. باور کن نیازی نیست تا صبح این کار انجام بشه، 10 دقیقه ای انجام خواهد شد. به قول شما اگه یه دونه پلاستیک هر کسی دفعه بعد بذاره تو جیبش، فقط بچرخه دوروبر خودش، نگاه کنه ببینه چه چیزایی هست، همونا رو برداره با خودش بره، مطمئن باشید اون پارک در 10 دقیقه تمیز خواهد شد. من امیدوارم سمیرا خانم که در واقع این سنت های ما که ما رو کنار هم دیگه جمع میکنه، بعد از مدت ها ما رو میذاره کنار هم، با هم شادی کنیم، برقصیم، شاد باشیم، سوشالایز کنیم، در جمع های مختلفی حضور پیدا کنیم، این فرهنگ ها پشتش فقط رقصیدن و شادی نیست، اینه که ما کار جمعی انجام بدیم، ما جمعگرا باشیم، ما از تنهایی بیرون بیایم، ما کاری بکنیم که در واقع در کنار همدیگه یک چیزی رو بسازیم. و این سازندگی به نظر من از این چیزا شروع میشه. یه نمونهش هم همین جشن چهارشنبه سوری بود که ما دیدیم که متاسفانه این اتفاق در پایان جشن افتاده، طبق چیزی که سالهای قبل به هر حال میافتاده. امیدوارم که این اتفاق دیگه نیفته. خب ببین آقای ما، چه چیزی هم که هست ما باید بدونیم که ما که مهاجرت کردیم اینجا، اینجا خونمونه. الان ما نمیدونیم که برمیگردیم ایران، برگردم هم ایران برای کسی مثل من، خونه من اینجاست، زندگی من اینجاست. ما وقت اینجا داریم زندگی میکنیم، اینجا داریم زندگی خودمون رو میسازیم، برای بچه هامون آیندهشون رو میسازیم. چی میخواستم بگم؟ Sorry, I lost my thought. در مورد مسئله اهمیت بدیم. بله، اهمیت بدیم که مثل کسای دیگه که وقتی فرهنگای دیگه اونا هم جشناشون رو دارن، در آخر همه به هم کمک میکنن و تمیز میکنن، ما هم هوای همدیگه رو داشته باشیم. چقدر سخته، مگه چقدر کار داره؟ دورورمون رو نگاه کنیم، همونطور که گفتم اینجا داریم زندگی میکنیم، خونه ما الان اینجاست. در نتیجه ما میبینیم که اینجا باروری هم مطرح هستش، ثروت هم مطرح هستش، شیرینی هم، البته شکر همیشه کله قندهای خیلی کوتاه در گذشته روی سفره ها میذاشتن، حالا ما شیرینی های متعدد داریم، شیرینی هم البته برای شیرین کردن زندگی شکی درش نیست، ولی اصل این قبل از اینکه شیرینی بوده شکر بوده، چون در منابع ذکر شده که پادشاهان ساسانی در روز اول نوروز از جمله چیزهایی که میخوردن شکر بوده، پنیر بوده و شیر میخوردن و اینجور چیزا. ولی کن این شیرینی همون برای اینکه زندگی شیرین هستش. در یا تخم مرغ سمبول جهانی باروریه، همه جا تخم مرغ رو سمبول باروری میدونن، در ایران هم همینجور بوده. و در واقع اصلا واژه تخم مرغ در زبان پارسی میانه یا پهلوی که قبل از اسلام در ایران رایج بوده، این تخم مرغ به معنای مردم هستش و باز سمبول انسانی هستش که در اون به عنوان آفریده اول آفریده شده بوده و کسی هم که ایزد نگهبان انسان هستش خود اهورامزدا هستش.
سمیرا خانم، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. آخرین سوال من برمیگردم راجع به فیلمتون، که این فیلمی که ساختید از پارسال یادم شروع کردید، منو همون تو شلوغی های چهارشمسوری گیر آوردید، از منم یه گفتگو گرفتید اونجا که کامل گذاشتید. این فیلم مخاطبش کیه و برای چه کسی ساخته شده و کجا میتونن ببینن این فیلم شما رو؟ بله، بچه مشهدی پرو شما رو دقیقا موقعی داشتین توربیتون رو میذاشتین گرفتتون. اشکال نداره، خیلی خوب بود. منم اتفاقا همیشه آمادم برای صحبت کردن. عالی بود، برای همه سنی هستش. من اینو نساختم که فقط سن مشخصی، مثلا کسی که هم سن سال ما هستن، نه، بچه ها میتونن بشنن نگاه کنن. چون اگه دیدین که از بچه هم اون چهارشنبه سوری پارسال سوال کردم چقدر اونو با نمک بودن. بله، برای همه هستش. چیزی که هست، من خیلی دلم میخواد وقتی این فیلم رو دارین تماشا میکنین با نگاه باز تماشا کنین. من خیلی دنبالش رفتم، یک سال طول کشید تا تونستم تمام اینا رو بذارم کنار هم. دیگه خودتون میدونین که کار آسونی نیستش. بله. کمکی که شما کردین، جوبین عزیز، مهدی جان، اینا همه، خانم مسیح پرایس، آقای رهنمون، وقتشون رو گذاشتن برای من. اینه که با فکر باز نگاه کنین و یاد بگیرین. نگین آه آره یه چیزی گفت و رفت. نه، این من میخوام بگم که این فرهنگ ما جریانش اینه، درستش اینه، بیان درستش رو انجام بدین، بیان با خرافات زندگی نکنین، با باورها زندگی نکنین، با خرد زندگی کنین. آفرین. خرد با باور فرق میکنه. باورامونو بذاریم کنار، چیزی که به همون نسل ها گفتن بدونی که دلیلش رو بدونیم، ولی خرد، خردی که ما داریم، بیان از اون استفاده کنین، یاد بگیرین که چیه. خیلی متشکر، بسیار عالی بود. سمیرا خانم، برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. ممنون. و امیدوارم که ببخشید گذاشتمش تو یوتیوب، ببخشید. گذاشتی تو یوتیوب. لینکش تو یوتیوب. خب آدرسش هم پس اینجا میزنیم، مینویسیم که بتونن بقیه هم استفاده بکنن. و حالا برید از جورج بخواید که به شما کمک بکنه که سفره هفت‌سینتون رو جمع بکنه توی جوش. برای من لیوان شرابم آورده. اون فقط که دوپینگ کنی. خورده داره. خیلی عالی. همیشه شاد باشید. خیلی متشکرم. خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما. سپاس از شما. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم. شب شما هم خوش. خیلی سپاسگزارم.